پل شکسته که در 8 ماه بازسازی نشده است. پل کمپانی کابل از پل‌های مهم و پرجمعیت کابل. این پل مرکز کابل را با ولایات جنوبی پیوند می‌دهد. 30 ماه حمل نظر به فرسودگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها این پل فرو ریخت. ولی با گذشت 8 ماه تاکنون هم این پل بازسازی نشده است و به مشکلات مردم افزوده شده است. امکان چپه شدن مدرهای باربری و مسافربری در این جاده تخریب شده وجود دارد. آنچه که رانندگان از آن نگران هستند. در هر کار ناتوان هستند. در این پل هم ناتوان هستند. در تایم 3 بجه عصر مدرها به ساعتها استاد می باشند تا نوبتشان برسد و از این پل عبور کنند. حکومت مزیش نیست. واقعیت که نیست. خاطر از این که اگه این پل صحیح کلان جور کند، صحیح محکم جور کند، مردم هم به تکلیف نمیشه، مریض هم در میرا بسیاری امبولانس میاید، رابندی است، شاید که مریض هم داخل امبولانس از بین بره. این پل های موقتی که با استفاده از 4 کانتینر به عنوان پایه ساخته شده اند، پایتخت را به جنوب و جنوب غرب کشور وصل می کند. اما این پل های موقتی ظرفیت عبور موترهای بیشتر را ندارند. به همین علت ازدحام ترافیکی در این بخش چشمگیر است. مسافران، رانندگان و مردم را به سطوح آورده اند. اگر ممالک دیگر می بود، حال وقت این پل بازسازی شده بود. برای مریضان خیلی سخت است. مریض چی که انسان صحتمند هم در اینجا مریض می شود. دولت این ظرفیت خاص از خود نشان نداده با ممکنم. کار خاص نکده. یک دو تا پول اول خو یک پول استرادی بود که یک موتر را گذاشت میگن اینال دو تا شک زره خوب تاش ده بازم حال کار جریان داره مو بود کار میخواستیم ما توقع داشتیم مو کار انجام بر ما داده نمیتونه. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید کار بازسازی این پل را آغاز کرده اند، اما بازسازی اساسی این پل زمانگیر است. ده پل دیر اساسی پل ده این پل بسیار یک پل اساسی است. کارهای اساسی به وقت اساسی و به وقت زیاد نیاز دارد. پل کمپانی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در ماه حمل سال روان فرو ریخت. هرچند حکومت افغانستان تعهد کرده بود که این پل را در 1 ماه بازسازی خواهند کرد، اما حالا 8 ماه می‌گذرد و این پل هنوز هم بازسازی نشده است. باشندگان این محل می‌گویند با آمدن سیلاب‌ها دشواری‌های بیشتر برای استفاده کنندگان این مسیر به میان خواهند آمد.